با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان ما در دوره آموزشی توسعه برنامه نویسی اندروید بر پایه جاوا. در این جلسه قصد داریم در خصوص انواع پرمیشن ها و دسترسی ها در اپلیکیشن های اندروید و نحوه دریافت اونها صحبت بکنیم. برای منظور بنده پروژه‌ای رو تحت عنوان پرمیشن پروژکت در محیط اندروید استودیو از قبل ایجاد کردم. ببین دوستان من، همونطور که میدونید ما برای انجام برخی از کارها در اپلیکیشن های اندروید نیاز داریم که اجازه دسترسی به اون کارها رو از کاربر قبل از اینکه بخوایم اون کارها رو انجام بدیم بگیریم. به عنوان مثال شما قصد دارید که به اینترنت دسترسی داشته باشید و حالا یک سری اطلاعات رو از سرور دریافت بکنید. خب این کار رو بایستی ما دسترسی به اینترنت رو از کاربر اجازش رو گرفته باشیم، پرمیشنش رو دریافت کرده باشیم. ممکنه شما بخواید که یک سری اطلاعات رو بر روی کارت حافظه گوشی کاربر ذخیره بکنید یا یک سری اطلاعات رو از روی کارت حافظه کاربر بخونید. خب برای انجام این کار نیاز به اجازه دسترسی دارید و باید این اجازه دسترسی رو از کاربر گرفته باشید. خب نکته که به وجود میاد این که ما چطور میتوانیم این اجازه دسترسی ها رو از کاربر بگیریم. خب ما در جلسات قبل هم مطرح کردیم تا حدودی که برای دریافت اجازه دسترسی ها بایستی این اجازه رو و حالا یک سری در واقع کد ها رو در اندروید مانیفست خودمون بنویسیم. خب برای منظور بنده میام فایل اندروید مانیفست رو باز میکنم و بایستی در قسمت تگ مانیفست بنویسیم به عنوان مثال users permission، قصرم از یک پرمیشن استفاده کنم، مثلا از دسترسی اینترنت میخوام استفاده کنم. آها، یا به عنوان مثال میخوام دسترسی داشته باشم به کارت حافظه external storage، پس مینویسم uses permission و این بار مثلا میخوام روی کارت حافظه یک سری اطلاعات رو ذخیره بکنم، write external storage. قصد دارم روی کارت حافظه یک سری اطلاعات رو بخونم از روی کارت حافظه. پرمیشن جدیدی که اضافه میکنم، uses permission به عنوان مثال حالا read external storage. و خب این پرمیشن ها زیاد هستن، ما برای حالا بسیاری از کارها بایستی اجازه دسترسی رو از کاربر گرفته باشیم. اما خب تا اینجای کار که خیلی ساده هست، پس ما میایم اجازه دسترسی مون رو همین، بله همین، اجازه دسترسی رو به همین سادگی میایم در اندروید مانیفست اضافه میکنیم. اما نکته ای که به وجود میاد، حالا موضوعی که ما قصدیم در این جلسه حالا بیشتر بهش بپردازی و روش مانور میخواییم بدیم، بحث دسترسی هایی هست که ما بایستی به صورت ران تایم از کاربر دریافت کنیم، ران تایم پرمیشن. در واقع از گوگل از اندروید 6 به بعد موضوعی رو مطرح کرد، یک مفهومی رو بیان کرد تحت عنوان ران تایم پرمیشن که در واقع ما بایستی دسترسی ها رو در زمان اجرای اپلیکیشنمون از کاربر دریافت کنیم. تا قبل از اندروید 6 ما خب همین که در واقع این پرمیشن ها رو در مانیفست خودمون می نوشتیم، در همون لحظه نصب اپلیکیشن، حالا صفحه‌ای رو که به کاربر حالا نشون داده میشد در زمانی که وایسی اینستال میزد، خب در همون صفحه خب میگفت که این اپلیکیشن این دسترسی ها رو از شما دریافت میکنه. هنوزم همینطوره. اگر شما در واقع بخواید اپلیکیشن های خودتون رو بر روی دیوایس های که حالا API قبل حالا کمتر از 23 دارن رو اجرا بکنید، پرمیشن ها در همون لحظه نصب از کاربر گرفته میشه. یعنی کاربر به محض اینکه اپلیکیشن شما رو نصب میکنه، به این معناست که اجازه دسترسی هایی رو که شما ازش خواستید رو به شما داده. اما از اندروید 23 به بعد، در واقع از اندروید 6 به بعد، به منظور حالا بالا بردن اون حس امنیت و اینکه کاربر بدونه به چه دلیل شما دارید در واقع اجازه دسترسی به کارت حافظه رو ازش میگیرید، و خب در همون لحظه که میخواد حالا به عنوان مثال شما قصدید و روی کارت حافظه یک سری اطلاعات رو ذخیره کنید، از کاربر این اجازه رو بایستی بگیرید. در واقع در لحظه اجرای اپلیکیشن و در همون زمانی که شما قصد دارید اون عملیات مربوطه رو انجام بدید، بایستی این اجازه رو از کاربر بگیرید. بنابراین اگر ما فقط بیایم در اندروید مانیفستمون بیایم این حالا تگ یوزز پرمیشن رو بنویسیم و دسترسی هامون رو بنویسیم، اپلیکیشن ما برای اندروید کمتر از 6 مثل اندروید 5، اندروید 4، اوکیه، مشکل نداره.
اما از اندروید 6 به بعد با مشکل مواجه خواهیم شد. خب آیا نیاز هست که پس ما همه دسترسی ها رو به صورت ران تایم بگیریم از اندروید 6 به بعد؟ خیر. در واقع گوگل حالا مطرح که کرد پرمیشن های موجود در اندروید رو به دو دسته تقسیم میکنه. یک سری پرمیشن ها رو تحت عنوان نورمال پرمیشن میشناسیم، یا پرمیشن های غیر ضروری، غیر حیاتی، غیر حساس، پرمیشن هایی که عادی هستن، خیلی حالا حیاتی نیستن، حالا مثل دسترسی به اینترنت. اینکه حالا ما اجازه بدیم به اپلیکیشن دسترسی به اینترنت داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی شاید حالا کار با اون دیولپر کار خاصی هم نمیتونه بکنه، یک اجازه دسترسی به اینترنت رو داره فقط. اما یک سری پرمیشن ها، پرمیشن های خطرناک هستن، dangerous permission، پرمیشن هایی که حیاتی هستند، حساس هستند، مثل دسترسی به کارت حافظه، مثل دسترسی به لوکیشن کاربر. این پرمیشن ها رو ما جز پرمیشن های خطرناک، پرمیشن های حساس یا پرمیشن های حیاتی دستبندی میکنیم. خب ما بایستی برای پرمیشن های حیاتی یا حساس در اندروید 6 به بعد به صورت ران تایم عمل بکنیم و در لحظه اجرا اجازه دسترسی به اون پرمیشن ها رو از کاربر دریافت بکنیم. در غیر این صورت نوشتن این پرمیشن ها صرفاً در اندروید مانیفست کفایت نخواهد کرد. بنابراین من اگر پرمیشن دسترسی به اینترنت رو در اندروید مانیفست نوشته باشم، برای هم اندروید کمتر از 6 و هم اندروید 6 به بعد اوکی، مشکلی ما نداریم. همین کافیه، نوشتن این خط در مانیفست کفایت میکنه. اما برای اجازه دسترسی، حالا به عنوان مثال رایت کردن روی کارت حافظه یا خوندن روی کارت حافظه، این دو خط کدی که ما در این قسمت در اندروید مانیفست نوشتیم فقط برای اندروید 5 و 6، حالا 6 به قبل 5 4 کفایت میکنه و از اندروید 6 به بعد علاوه بر این که ما بایستی حالا اینها رو به هر حال اینجا بنویسیم، برای اندرویدهای قبل از اندروید 6 در مانیفستون باید بنویسید، اما برای اندروید 6 به بعد باید اینها رو به صورت ران تایم هم اجازه دسترسیشون رو بگیریم. اوکی، پس تا اینجا فهمیدیم که پرمیشن ها، انواع پرمیشن ها به چه صورتی هستند و خب یه سری پرمیشن ها، پرمیشن حیاتی رو بایستی به صورت ران تایم در لحظه اجرا اجازه دسترسیشون رو از کاربر بگیریم برای اندروید 6 به بعد. خب اگر بخوایم حالا با این لیستی از پرمیشن ها هم آشنا بشیم، کافیه بیاید در گوگل سرچ بکنید پرمیشن اندروید رو سرچ بکنید و خب حالا بیایم در سایت خود دیولپر اندروید ریکوست پرمیشن، در این قسمت حالا یک مقدار اگر اسکرول بکنیم، در واقع ما لیستی از پرمیشن های حیاتی رو در این قسمت یک تیبلی که گذاشته شده مطرح کرده، مثل دسترسی به کامیرا، دسترسی به عنوان مثال کانتکت هاتون اگر قصد دارید این دسترسی رو داشته باشید، دسترسی به لوکیشن، یا حالا بیایم پایین تر دسترسی به حالا اکسترنال استوریج. اینها دسترسی هایی هستن، یا دسترسی به SMS، میخواید که یک SMS رو سند بکنید، SMS رو که کاربر گرفته رو بتونید بخونید. اینها دسترسی های حساس هستن، دسترسی های حیاتی هستن که بایستی به شکل ران تایم از کاربر گرفته بشه. اما خب به غیر از اینها دسترسی هایی مثل دسترسی به اینترنت و حالا بعضی دیگر از دسترسی ها رو صرفا ما در همون اندروید مانیفست بنویسیم اجازه دسترسیشون رو کفایت میکنه. خب چطور میتوانیم اجازه دسترسی ها رو به شکل ران تایم انجام بدیم؟ اوکی، خب بیایم در لانچ اکتیویتی. این بار منده میام یک، حالا بیام یه در واقع در لایوت مربوط به اکتیویتی لانچمون قصد دارم یک باتنی رو قرار بدم. اوکی، این باتن رو میخوام ارزش رو 0 dp بذارم که کل صفحه رو در بر بگیره. ارتفاعش رو میخوام بگذارم 54 sp. تکستش رو میخوام بذارم چک پرمیشن. آها،
فوکس کالرش رو بذارم سفید و بک‌گراندش رو بذارم کالر پرایمری. خب این رو هم انتقال بدم به پایین صفحه خودم. خب یک آیدی هم برای این باتن در نظر میگیریم. btn check. برای اینکه ما بیایم اجازه دسترسی ها رو به صورت ران تایم بگیریم، ابتدا بایستی اجازه در واقع این دسترسی ها رو چک بکنیم. آیا اجازه این دسترسی گرفته شده یا خیر؟ آها، پس اول بایستی این اجازه دسترسی حالا به اون پرمیشن مورد نظرمون رو چک بکنیم. من یک باتن نوشتم که این باتن برای من اجازه اون دسترسی رو چک میکنه. خب وقتی که برای اون کلیک بکنیم، اوکی، میخوایم این کار رو انجام بدیم. برمیگردیم به اکتیویتی لانچ و مثل همیشه ابتدا میایم این باتنمون رو فایند میکنیم. باتن btn چک. متد init views هم رو هم می نویسم private void init views و میگم که btn check مساوی است با find view by id r.id.btn check و براش میخوام یک unclick تعریف کنم .set unclick listener this. وایس اینترفیس مربوطه به unclick listener رو در اکتیویتی خودمون پیاده سازی کنیم. implement unclick listener با متدش رو هم override میکنم در اکتیویتی خودم. خب متد init views رو هم بایستی در اینجا فراخوانی بکنیم بعد از set content view. در unclick هم می نویسم switch view.get id case r.id.btn check break. خب قصد دارم یک متدی رو بنویسم که برای من پرمیشنم رو چک بکنه. پس اسم این متد رو میذارم check permission. در واقع این متد در اکتیویتی ما هم هست. اینطور بذارم که در واقع حالا اسمشو بذارم run time check permission. زمانی که بر روی باتن check کلیک میشه متد run time check permission فراخوانی میشه. حالا میخوایم ببینیم که توی این متد بایستی چه کدی رو بنویسیم تا بتونیم اول پرمیشنمون رو چک بکنیم که آیا اجازه دسترسی به این پرمیشن رو از کاربر گرفتیم یا خیر، و اگر نگرفتیم چطور میتونیم این اجازه رو از کاربر بگیریم. خب برای اینکه بیایم این پرمیشن رو چک بکنیم که آیا این اجازه رو از کاربر گرفتیم یا نه، خیلی ساده میتونیم این کار رو انجام بدیم. میام اینجا مینویسم if context compat dot check self permission check self permission. و خب به عنوان پارامتر اول بایستی کانتکستمون رو بهش بدیم. کانتکستمون همین در واقع کلاسی هست که درونش قرار داریم و به عنوان پارامتر دوم بایستی پرمیشنی رو که قصد داریم چک بکنیم بهش بدیم. اوکی، پرمیشنی که من قصد دارم مثلا میخوام که اجازه دسترسی به کارت حافظه رو از کاربر چک بکنم که آیا این اجازه دسترسی رو از کاربر گرفتم یا خیر. پس مینویسم manifest dot permission dot به عنوان مثال حالا write external storage و اینجا میگم که مخالف package manager dot permission generate. این قسمت رو ببندم که یک مقدار صفحه رو بازتر ببینیم. در واقع چیکار کردم؟ چک کردم. گفتم که خب اول میام که این پرمیشنم رو چک میکنم
که آیا اجازه دسترسی به رایت اکسترنال استوریج رو از کار برگرفتم یا خیر؟ و بعد حالا اگر حالا چیزی که به من برمیگردونه چی هست این متد؟ یکی اینتیجر رو به من برمیگرده، یک عدد اینتیجر رو داره به من برمیگردونه. خب بایستی حالا بررسی بکنم که این عددی که به من برمیگرده آیا جنریت هست، پرمیشن جنریت، در واقع اگر جنریت باشد صفر رو به من برمیگردونه، باید صفر باشه، اگر برابر صفر باشه. و اگر خب منفی یک باشه یعنی در واقع این پرمیشن رو ما اجازه دسترسی بهش رو نداریم. آها، پس این متد چک سلف پرمیشن یک اینتیجر رو به ما برمیگردونه، میاد این پرمیشن رو چک میکنه، به عنوان مثال رایت اکسترنال استوریج. اگر اجازه دسترسی بهش وجود داشته باشه صفر به ما برمیگردونه، اگر اجازه دسترسی بهش وجود نداشته باشه منفی یک رو به من برمیگردونه. و بعد میگم که حالا اگر مخالف این بود، مخالف در واقع پرمیشن جنریت بود، پس ما اجازه دسترسی رو نداریم. در غیر این صورت این اجازه رو داریم، else در غیر این صورت اجازه داریم. خب اینجا میخوام که یک پیغام توست فعلا بنویسم و اینجا بنویسم که مثلا حالا همین در واقع permission denied. آها، اینجا برای من یک پیغام توست بگیه که permission denied. در غیر این صورت اگر این اجازه دسترسی گرفته شده بود بگه که permission generate، اجازه دسترسی گرفته شده. صرفا میخوام که فعلا این اجازه دسترسی رو چک بکنیم. خب یک بار اپلیکیشنمون رو اجرا بکنیم و نتیجه رو ببینیم به چه صورتی خواهد بود. به واسطه اینکه ما در واقع این اجازه دسترسی پرمیشن رو به صورت ران تایم بایستی بر روی خب اندرویدهای 6 به بعد میتونیم تست بکنیم دیگه، بر روی اندرویدهای قبل به محض اینکه اپلیکیشن ما نصب میشه این اجازه دسترسی ها گرفته میشه. بنابراین به محضی که اگر من بخوام بر روی امولاتور ناکس اجرا بکنم اپلیکیشنم رو، امولاتور ناکس خب APIش API 19 هست و اندروید تقریبا فکر کنم اندروید 4 و 4 میشه. آها، بنابراین به محضی که اپلیکیشن من نصب میشه به واسطه اینکه من این اجازه دسترسی رو در اندروید مانیفست نوشتم، خب این اجازه دسترسی گرفته میشه و همیشه زمانی که میخوایم چک بکنیم پرمیشن رو خب این جنریت هست. برای اینکه ما بتونیم حالا یک مقدار حالا بهتر نتیجه رو ببینیم و حالا حس بکنیم دقیقاً کاری که داریم انجام میدیم رو، بنده از امولیتور خود اندروید استودیو استفاده میکنم و API 27 رو میخوام تست بکنم برای این امولیتور. خب اپلیکیشنم رو اجرا میکنم و منتظر میشم که بر روی امولیتور من که API 27 هست، بنابراین بایستی حتما دسترسی های حیاتی رو به صورت ران تایم در این امولیتور بگیریم. ببینیم که به چه صورتی خواهد بود. منتظر میشم اپلیکیشن من نصب بشه. خب اپلیکیشن من نصب شد. وارد صفحه اپلیکیشنمون شدیم. میتونم حالا یک مقدار این رو هم بزرگتر بکنم که شما بهتر ببینید. وقتی که بر روی چک پرمیشن کلیک میکنم در واقع چک میشه که آیا من اجازه دسترسی به پرمیشن در واقع رایت اکسترنال استوریج رو دارم یا خیر. در صورت که داشته باشم به من پیغام پرمیشن جنریت رو میده، در غیر این صورت پرمیشن دینایت رو به من برمیگردونه. چک میکنم پرمیشن دینایت، در واقع من اجازه دسترسی به این پرمیشن رو ندارم. آها، این پیغام توست به من نمایش داد. با وجود اینکه ما اومده بودیم در اندروید مانیفستمون، در مانیفست خودمون اجازه دسترسی به پرمیشن در واقع حالا رایت اکسترنال استوریج رو نوشته بودیم، اما چون که ما داریم از API 27 استفاده میکنیم و اندروید 6 به بعد رو داریم در واقع اپلیکیشنمون رو اجرا میکنیم، بایستی این اجازه رو به صورت ران تایم بگیریم. اما اگر من بیام مثلا اجازه دسترسی به اینترنت رو چک بکنم این اجازه گرفته شده و نیازی نیست به صورت ران تایم بگیریم. مثلا اگر بیام اینجا به جای رایت اکسترنال استوریج بنویسم اینترنت، این رو میخوام چک بکنم، یک بار اپلیکیشنم رو اجرا بکنم، ببینیم که آیا اجازه دسترسی به پرمیشن اینترنت از کاربر گرفته شده یا خیر. به محض اینکه ما اپلیکیشنمون نصب میشه اجازه این دسترسی از کاربر گرفته شده، چون که یک دسترسی، یک پرمیشن
غیر حیاتی هست، معمولیه. چک میکنم permission generate. پس اجازه دسترسی به پرمیشن اینترنت رو از کاربر گرفتیم در همون لحظه نصب اپلیکیشن، اما اجازه دسترسی به پرمیشن اکسترنال استوریج رو نگرفتیم. خب برمیگردم این رو میذارم همون رایت اکسترنال استوریج. این پیغام توصیه رو که اینجا گذاشتیم کامنت میکنم، فعلا بهش نیازی نداریم. حالا این رو میتونیم اینجا هم بگذاریم. اوکی. خب حالا میخوایم ببینیم که چطور میتوانیم، خب این اجازه گرفته نشده، چطور میتوانیم این اجازه رو از کاربر دریافت کنیم. خب اگر این اجازه وجود نداشت بایستی ما درخواست بدیم برای این پرمیشن.